شرکت اسپیس ایکس صبح چهارشنبه اعلام کرد 23 ماهواره اینترنتی استرالینگ با موشک فالکون 9 در مدار زمین قرار داده. از سوی اوکراین نیروهای اشغالگر روسیه و به استفاده غیرمجاز از گیرنده های اسپیس ایکس متهم کرده. بهنام ناطقی گزارش میده. فالکون 9 موشک قدرتمند شرکت سپیس اکس از پایگاه کیپ کاناورال فلوریدا در ساعت آغازین صبح چهارشنبه به فضا پرتاب شد و ساعتی بعد اسپیس اکس با توییتی در شبکه اکس تایید کرد که مرحله اول موشک فالکون با موفقیت روی کشتی بدون سرنشین در آبهای اقیانوس آرام فرود آمد فالکون 9 ده روز پیش روز شنبه 11 فروردین نیز 23 ماهواره اینترنتی دیگر به هزاران ماهواره ای که در مدار زمین قرار داده افزود. SpaceX می میخواهد با ایجاد کهکشانی از هزاران ماهواره اینترنتی در مدارهای نزدیک تمام ساکنان کره زمین را تحت پوشش اینترنتی سریع و ایمن قرار دهد. خدمات ماهواره ای که با استفاده از گیرنده های استارلینک قابل دسترسی است در حال حاضر با قیمت های رقابتی در اروپا و آمریکا عرضه می شود. در اوکراین که در اثر حملات روسیه تاسیسات ارتباطی و مخابراتی به شدت خسارت دیدند و اینترنت و تلفن همراه از دسترس خارج شده بود استفاده از گیرنده های ای به کار و کسب اوکراینی ها رونق داد و همچنین در جبهه به نیروهای نظامی اوکراین برتری قابل ملاحظه بخشید ارتش اوکراین از استارلینک برای هدایت پهپادهای جاسوسی و موشکهای دقیق علیه اشغالگران روسی بهره برد کرملین روز اول فروردین درباره تلاش دولت آمریکا برای همکاری با سرمایهگذاران بخش خصوصی در پروژه های فضایی هشدار داد و اعلام کرد که های ستارلینک را به عنوان ابزار جنگی دشمن هدف قرار خواهد داد آمریکا و متحدان آن از ماهواره ها و زیربناهای های زمینی مربوط به آنها از جمله سامانه های جاری مثل استارلینک برای فعالیت های جاسوسی و عملیات نظامی نیروهای مسلح خارجی استفاده می کنند که شامل مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل هم می شود. این در حالی است که بهمن ماه سال گذشته سازمان اطلاعات نظامی دولت اوکراین هشدار داده بود که سربازان روسی در بخشهایی از اوکراین اشغالی از جمله کلیشچیوفکا و اندیریفکا در دونتسک به گیرنده های استارلینک دست پیدا کردند و تیپ 83 هوایی برای حمله به مواضع نیروهای اوکراینی از استارلینک استفاده می کند. ایلان ماسک اعلام کرد که گیرنده های استارلینک به هیچ عنوان مستقیما به روسیه فروخته نشدند. پالیسی روز چهارشنبه نتیجه تحقیقی اختصاصی را منتشر کرد که نشان میداد گیرنده های استارلینک در مسکو از طریق یک بازار زیرزمینی خرید و فروش می شوند و بعد از ثبت در کشورهای مجاز به طور غیرقانونی به دست نیروهای روسی در اوکراین می رسند. بنابراین گزارش گیرنده های استارلینک به شیبه های غیرقانونی و زیرزمینی از طریق بازار سیاه جهانی در آفریقا، خاورمیانه، جنوب شرقی آسیا و امارات متحده معامله می شوند. دولت چین که استفاده از ماهوارهای اینترنتی را در خاک خود ممنوع کرده روز 27 اسفند ماه از طریق سخنگویان غیر رسمی هشدار داد که همکاری دولت آمریکا با اسپیس چالشی برای امنیت و ثبات جهانی است پیشتر وال استریت جورنال نوشته بود سپیس اکس از دولت کره جنوبی سفارشی گرفته به ارزش یک میلیارد و میلیون دلار برای تولید صدها ماهواره جاسوسی علیه کره شمالی